یکی دیگه از تکنیک هایی که باعث میشه ما ازدواج موفقی داشته باشیم، بررسی کردن مسئله بلوغ هستش. یعنی وقتی شخصی رو برای ازدواج در نظر میگیریم که میخوایم تصمیم بگیریم باهاش ازدواج کنیم یا نه، باید حتما مسئله بلوغ رو در او بررسی کنیم و خودمون هم به این بلوغ ها رسیده باشیم. سلام به رفقای دوست داشتنی، رضا همایونی هستم. ما 4 نوع بلوغ رو خدمت شما عنوان میکنیم. وقتی ما شخصی رو در نظر میگیریم برای ازدواج، حتما باید بررسی کنیم که ببینیم این بلوغ ها رو داره یا نداره. اگر این بلوغ ها رو نداشت، نباید باهاش ازدواج کنیم، چون به مشکل میخوریم. دوستان عزیزم، این ویدیو بسیار با اهمیت هستش، حتما سیو کنید و حتما برای دوستانتون بفرستید. شماره 1، بلوغ عقلی. کسی که به بلوغ عقلی رسیده این ویژگی ها رو داره. در رفتار و گفتارش پخته عمل میکنه، حرفای عجیب غریب نمیزنه، اصطلاحاً جوگیر نمیشه، حرفی که تنش و درگیری ایجاد کنه نمیزنه، توانایی درک شرایط رو داره، توانایی حل مسئله داره، مدیریت بحران داره، مسئولیت پذیر هستش، نصیحت پذیر هستش. ولی کسی که به بلوغ عقلی نرسیده این ویژگی هایی که گفتیم رو نداره و آدم بدقلق و خودسریه. شماره 2، بلوغ اقتصادی. در مورد بلوغ اقتصادی این نکته رو بگم که بیشتر مربوط به آقا پسرها هستش، ولی اگر دختر خانومی هم به بلوغ اقتصادی رسیده بود خیلی عالیه. در مورد بلوغ اقتصادی 2 نکته رو باید در نظر بگیریم. نکته اول، آیا عرضه کار کردن داره؟ آیا میتونه پول در بیاره؟ یا علاف و بیکار و تنبله؟ آیا تو کارش ثبات داره؟ یا از این شاخه به اون شاخه میپره؟ و آیا میتونه درآمدش و هزینه هاش رو مدیریت کنه؟ آیا پسنداز داره؟ نکته دوم در مورد بلوغ اقتصادی اینه که باید نگاه کنیم ببینیم پولی که در میاره آیا حلال هست؟ متاسفانه امروزه بعضی ها نون توی خون مردم میزنن و برای مال مردم خوری هاشون و کارهای خلافشون توجیهات خاص خودشونو دارن و خودشونو یه جوری قانع میکنن. شماره 3، بلوغ اخلاقی. کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده این ویژگی ها رو داره. آدم با تربیتیه، حرف زشت نمیزنه، توهین نمیکنه، بی حرمتی نمیکنه، آدم ها رو مسخره نمیکنه. خب حالا اگر با کسی ازدواج کنیم که برعکس این ویژگی ها رو داشت، متاسفانه همین بلاها رو دوباره سر ما در میاره. شماره 4، بلوغ عاطفی. کسی که به بلوغ عاطفی رسیده این ویژگی ها رو داره. احساساتش رو میتونه بیان کنه، احساساتش رو درست بیان میکنه، به موقع میخنده، به موقع گریه میکنه، جلو احساساتش رو نمیگیره، بلکه روی احساساتش کنترل و مدیریت داره. خب دوستان عزیزم، وقتی که میخوایم کسی رو برای ازدواج، برای یک عمر زندگی انتخاب کنیم، حتما باید موارد زیادی رو در رو بررسی کنیم که یکی از اون موارد بلوغ ها بود که 4 تا از بلوغ های اصلی رو خدمتون نام بردم و مختصری هم توضیح دادم. حتما باید شما با دقت بیشتری به این موضوعات نگاه کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید، ممنون که ما حمایت میکنید، لایک و سیو و کامنت و ذخیره هم محبت شد.